با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز سه‌شنبه. سه‌شنبه خوب، سه‌شنبه‌ای که برنامه ها رو با حضور آقای دکتر عطا انصاری نازنین آغاز میکنیم و ما چقدر زحمت میکشه واقعا و آخرین اطلاعات پزشکی رو امروز راجع به پارکینسون چقدر دقیق و منظم صحبت میکرد، جای قدردانی داره. و خواهش میکنم این برنامه ها رو به دوستانتون معرفی بکنید. اینا کارهای ارزنده ایه. این هیاهوها و هوچیگری ها نمیدونم پایش میدونم در بی اخلاقیه. و چون جامعه 40 سال است، قریب 40 ساله دیالا، اسیر این بی اخلاقی است. و این فرق نمیکنه که تو داخل مملکت باشی یا توی نمیدونم فرانسه و آمریکا و سوئد باشی، تفاوتی نمیکنه. این یه رشته نهان است که ما را به همدیگه پیوند میده و همه جا اثر گذار است. باید این را رو از توش بیرون بیایم، تلاش کنیم، کوشش کنیم. میدونم سخت، خلاف جهت شنا کردنه، ولی باید چاره ای نیست، باید رفتار کرد. بنابراین مجدانه خواهش میکنم ازت که کوشش کنیم در این که از این دامی که در حقیقت بر سر راه ما گذاشتن بتونیم بیرون بیاییم. با آقای رئیسی قبل از برنامه صحبت میکردیم، ایشون هم همین تقریبا همین نظر رو داشت. من گفتش که این هوچیگریه و اینا فقط دنبال هوچیگری هسته. ما دیروزم آقای دکتر روحانی صحبت کرد راجع به سفر آقای مکین که سر راهش در آلبانی هم توقف کرده بود و رفته بود به دیدار این خانواده مجاهدین و به حال اونجا هم آشوب است، اونجا هم همه جا این داستان بی اخلاقی حاکم است. مکین حرفی که میزنه میگه که باید ایران از عراق و سوریه و اینا بیرون بیاد و دست از این حرکات زشت و شنیع خودش برداره. هیچ صحبت این که شما برید شاه بشید و اینا نمیکنه، ولی اون فریاد دیگه میزنه، این هوچیگریه. خوشحالم که روزهای سه‌شنبه در این ساعت میتونیم در خدمت آقای حشمت رئیسی باشیم، مردی که در زندگیش تلاش کرده در جهت آزادی، در جهت اینکه همگان حق داشته باشن. و تاریخ زندگی پرماجراش نشان از این دارد که دغدغه‌ای ندارد الا آزادی. و من خرسندم از اینکه میتوانم روزهای سه‌شنبه گوش بدم به صحبت‌های آقای رئیسی هم. میدونی که به حال تلاطمی است در دنیا، خروج انگلستان، امروز خانم ترزا می که معتقد بود تا سال 2020 نباید رای گیری بشه، حالا اومده میگه نه بابا ماه دیگه باید رای گیری بذاریم و باید این کارها رو انجام بدیم. یعنی نقض حرفایی که زده بوده، پیمانی که با مردم بسته پیمانش رو شکنده. آمریکا هم از این داستان دور نیست، فرانسه و انتخاباتش نشان از این داستان دارن. امروز دو نفر در فرانسه دستگیر کردن، دوباره گفتن اینا میخواستن برن بمب بذارن، چه بکنن، تخریب بکنن. من همه اینا رو مسئولیتش رو بر عهده خودم میدونم، یعنی من به عنوان یه ایرانی. ما در گذشته چنین اتفاقاتی رو نمی دیدیم، شاهد نبودیم، ولی امروز می بینی به برکت مردم ایران یه نظامی به سرشون حاکمه که همه اینا رو به جهان صادر کرده است. به هر حال همه پرسی نتیجهش، آقای ترامپ که مردان قوی رو خیلی دوست داره،
و طرفدار اینا هست. یه روزگاری همین رهبر کره رو کیم ایل سونگ ازش تعریف کرد و خیلی مرد خوبیه، حالا لشکر کشیده رفته. اولین نفر بوده که تلفن کرده در حالی که دنیا و اروپا علی خصوص که رابطه نزدیکی داره با ترکیه اعلام کرده که این انتخابات نتیجهش درست نیست، دوگانه است. ولی آقای ترامپ گوشی تلفن رو زودی به یارو تبریک گفته دیگه، قدرت رو دوست داره. ترامپ در مقابل قدرت خیلی ضعیفه. هر چیزی رو یه بارم در همین داستانا گفتن که صحبت شد راجب اینکه آقای پوتین یک رهبر است، گفت نه رهبر نیست، دیکتاتوره. رهبری با دیکتاتوری فرق میکنه. این آقای پنس گفت اون یه لیدر خوبه، بعد گفت نه این لیدر نیست، این دیکتاتوره. ولی مسئله ای که وجود داره اینه که الان گفتن که لشکرکشیش به کره است. آقای مایک پنس تو مرز دو کره ایستاده و گفته که دوران تعامل استراتژی به پایان رسیده، دیپلماسی به پایان رسیده، ما بایستی که حرکت تندی انجام بدیم. و آقای مکمستر، جنرال مکمستر که یه افسر در حقیقت رشید و کارنامه درخشان دارد که به جای آقای فلین وارد گروه آقای ترامپ شده است، میگه ما باید با روسیه تکلیف خودمون رو روشن کنیم. بعدها بریم پیش آقای رئیسی. میدونم شما بیش از من منتظرید که فرمایشات آقای رئیسی رو بشنوید. بریم پیش آقای رئیسی ببینیم که اون این جهان پرآشوب رو چگونه میبینه. از طرفی هم در اینجا هم میبینی که هوچیگرا و اراذل و اوباش به راستی اوباشن، به راستی اراذلن. من نمیدونم که این تلویزیون آقای شجره، یه شخص خود شجره، چه راه و منشی رو پیش گرفته و دنبال ریتینگه. گفتم اگه دنبال ریتینگ میگردی چون تو هوا کن بگوز مثل علایاری، ریتینگت میره 2 میلیون نفر میان نگاهت میکنه. این هیچ کاری نداره، ریتینگ بالا بردن که کاری نداره که. ولی چه هدفی رو دنبال میکنیم از این رسانه هایی که داریم؟ قریب نمیدونم نزدیک 18 19 سال است که این رسانه ها شبانه روزی شدن در آمریکا، رو به ایران میرن و میلیون میلیون دلار خرج شده. حاصلش چیه؟ چه پیامی رو امروز رسانه ها از خودشون صادر میکنه؟ و به دروغ بشینیم تو کنگره بذاریم. این فقط دروغه، هیچی پشت داستان نیست. یک دروغه و چیزی بیش از یه دروغ نیست. آقای رئیسی من به شما درود میفرستم، بازم صمیمانه از حضور تشکر میکنم. بریم ببینیم که این ترکیه چه وضعیتی دارد. آیا میتواند آقای اردوغان راه رو به منزل برساند یا اینکه اون لشکرهای پنهان به هر حال در اون زیر در تکاپو هستند و راه به سمت دیگری می روه. با همین پرسش میام خدمت شما و دلم میخواد که بشنویم فرمایشات شما را. بفرمایید آقای رئیس. تشکر آقای بهبانه، با سلام و درود به عزیزان، به بینندگان گرانقدرتون، با تشکر از شما. در صورت ترکیه به نظر میاد که یه راه بی بازگشتی رو اردوغان آغاز کرده. به نظر نمیاد که به اصطلاح با وجود تمام مشکلاتی که سر راه این مسیری که انتخاب کرده وجود داره عقب نشینی کنه. از اون موقعی که به اصطلاح اولین گام ها رو برداشت، دائما در صدد این بود که اختیارات کامل رو بگیره و تا
تبدیل بشه به یک دیکتاتور تمام عیار و مطلق کردن قدرت در چنگال خودش، به نام حزبش قدرت رو از آن خود بکنه که ظاهرا با تصویب این تغییرات تا سال 2029 ریاست جمهوری پرقدرت خودش رو میتونه ادامه بده. این وضعیت قابل بررسی است که چه اتفاقی افتاده در ترکیه و چه اتفاقی افتاده در دنیا و اروپا که این زمینه رو برای آقای اردوغان فراهم کرده. و اونطورم که مشخص است آرایش بسیار شکننده بوده، یعنی بنابرای گفته به اصطلاح خبرگزار رسمی و دولتی آناتولی ترکیه، شمارش آرا این گونه است که 51.18% مردم ترکیه رأی آری دادن، 48.82% رأی نه به تغییر قانون اساسی دادن. یعنی با همه آمار کاملا میشه گفت که جامعه ترکیه یا مردم ترکیه در مسیری اردوغان قرارشون داده که کاملا یه شکاف 50% در جامعه ایجاد شده. یک راه که نیروهای سکولار، نیروهایی که باورمند جامعه مدنی و مسائل آزادی های فردی و در صورت نهادهای مدنی هستن و سمتگیریشون، ایدئالشون پیوستن به اتحادیه اروپا یا جوامع اروپایی ایدئالشونه، با نیروی دیگه که سمتگیری کاملا متضادی در پیش گرفته و قصدش تحقق شریعت و یا حتی میشه گفت که دین رو هم ابزار کرده، همونطور که ملایان و خودمان در ایران دین رو ابزار کردن برای غارت، دزدی، قدرت و فساد، به نظر میاد تو اونجا هم داره همچه چیزی متحقق میشه. در این همه پرسور تغییر قانون اساسی در صورت ظاهران برنده شد، غیر از تقلب هایی که صورت گرفته. و اون 48.8% از هم به اعلام پیروزی اردوغان توسط حزب توسعه و عدالت مخالفت و مقاومت خودشون رو در مورد این پدیده رسما شروع کردن و مشروعیت این کار رو زیر علامت سوال بردن. و با توجه به این که ترکیه در یه جنگ تمام عیار، جنگ نظامی تمام عیار با کردها قرار گرفته، میتونیم درک کنیم که درصد معینی از این نیروی اجتماعی هم رادیکال خواهد شد. قابل پیشبینی است دوباره جنبش های چریکی در میان ترک ها که مخالف این وضعیت هستن، همونطور که دهه 70 80 بود، رشد کنه و یا رادیکالیسم در صورت رشد خواهد کرد در میان اینا و مقاومت خواهد کرد. دست بسته تسلیم شرایط نمیشن، نه سندیکالیست ها، نه کمونیست ها، نه سکولار ها، نه فمینیست ها، نه همه اینا مقاومت خواهد کرد. جالب اینجاست که در صورت بیشتر مخالفین همه پرسی در استانهای حاشیه‌ای و جنوب کشور ترکیه، بیشتر استانهای موافق همه پرسی هم در مناطق مرکزی و شمالی هستن. اگرچه میبینیم که در استان آنکارا پایتخت ترکیه و این هم در مناطق مرکزی کشور قرار دارن، درصد مخالفان بالای 51% گزارش شده و شهرهای کوچک در مرکز ترکیه 80% رأی مخالف به همه پرسی از جمله شگفتی های همه پرسی بوده. همونطور هم که میبینیم در مناطق کردنشین
در شرق ترکیه درصد مخالفان هم پرسی بالای 62% بوده، که البته برخی استانهای کردشی حتی بالای 71% رسیده. با وجود اینکه گفته میشه رهبران کرد، رهبران کردی تحریم رو پیش گرفتن و بعضی از تحلیل ها این است که اگر این تحریم رو کردها یا بخشی از کردها نمی کردن احتمال این بود که رأی نیاره، چون اختلاف 1 میلیون رأی هست، حدود 1 میلیون رأی هست. به همین دلیل خب بعضی تحلیلگرها بخصوص در میان ایرانیان که شدیداً مخالف تحریم انتخابات هستند، سیاست تحریم رو همیشه به سود نیروهای مرتجع ارزیابی میکنن. در قسمت های اروپایی به طور کلی درصد مخالفان بیش از موافقان بوده و به جز استانبول که مخالفان 51% رو بودن، 3 استان اروپای دیگه در ترکیه درصد میانگین مخالفان تا 67% میرفته. این وضعیت خود کشور ما است که میگن احمدی نژاد در شهرستان های کوچک و یا روستاها رأی میورد، به خاطر همین به اصطلاح تر یاران هاش و اینا، ولی در تهران به صورت میلیونی مخالفش بودن. اینا حداقل در سال 88 تجربه کردیم. همین وضعیت در ترکیه اتفاق افتاد. از میان 11 استان جنوبی تنها 3 استان شرناق و قاضی و عینتاب و شانلیورفه هستن که به همه پرسی رأی موافق دادن و دیگه استانهای جنوبی درصد مخالفان بیشتر بوده. با این حال این 3 استان جنوبی موافق همه پرسی اردوغان، 3 استان هم مرز ترکیه و سوریه هستن که موافقان اون اینا درصدش نسبت بالایی رو داشته، از جمله در استان مرزی عرفه و اینها که موافقان بالا بودن. اما پیامدهای این مسئله که البته تو کشورهای اروپایی، جالب اینجاست که سیاستی که اروپایی اتخاذ کردن به نفع اردوغان تمام شد. در صورت مردم ترکیه اگر از نزدیک باشون برخورد کنین، مردم دولت خواه هستن، برخلاف ایرانی ها دولت ستیزن ایرانی ها. شایدم به خاطر این است که مدت های طولانی در ایران دولت های بیگانه بودن، روی مردم در ایران دولت ستیزی، تخریب دولت، هر دولتی میخواد باشه. ولی در ترکیه چون امپراتوریشون 400 سال دوام داشت و در سال 1917 در جنگ جهانی اول در صورت در هم شکست شد، این روی دولت خواهی توی ترکا، روی امپراتوری معابی تو اونا قوی هست و به همین دلیل هم چون اردوغان در مقابل اروپایی ها ایستاد محکم و رو در رو ایستاد، این به نفعش تمام شد. حتی در کشورهای مثل آلمان و هلند درصد آرای موافقان به ترتیب 63 تا 70% هم رسیده بود. سایر کشور اروپایی از جمله فرانسه، بلژیک، اتریش هم درصد موافقان با تغییر قانون اساسی بیشتر از مخالفان بوده. فقط در کشورهایی مثل بریتانیا و ایرلند اوضاع متفاوت بوده. در آمریکا و کانادا و اینها موافقان تغییر، یعنی یا مخالفان قانون اساسی جدید، رقم بالا هست. نشون میده که کانون ستیز در صورت اردوغان با آلمان و هلند و سوئد و اینها هست. در کشورهایی در صورت مختلف دیگه هم وضعیت متفاوت بوده. چرا این حالت صورت گرفته؟ اینا رو باید به اصطلاح بررسی بکنیم تا ببینیم که اوضاع این کشورها چگونه است و چگونه با این قضیه برخورد کردن. خود آلمانی ها
معتقدند که 60% از ترک تباران آلمان به تغییر قانون اساسی رأی مثبت دادن. رئیس جمهور ترکیه نه در رفراندوم آزاد بلکه با اعمال سرکوب شدید به هدف غیر دموکراتیک خودش رسید، چون در صورت دستگیری ها رقم های بسیار بسیار بالایی است. یعنی از بعد از کودتا ما شاهد این هستیم که صدها روزنامه و نشریه و رسانه، رادیو و تلویزیون اینا تعطیل شد، خبرنگاران زیادی دستگیر شدن و مخالفین در صورت به صورت خشونت باری سرکوب شدن و یک تصفیه خونین در بخش قوه قضاییه و کانون قضات صورت گرفته. اردوغان در صورت در این همه پرسی گفته که او با ایجاد چنین جبهه‌ای با اختلاف ناچیز به پیروزی رسیده. به همین دلیل هم که باید گفت اردوغان نه در رفراندوم آزاد بلکه با خشونت تمام حکومت دموکراتیک رو تصرف کرد. یعنی یه بار دیگه ثابت شده که اسلام‌گرایان در هر مقام و موقعیتی، حتی در کشورهای دموکراتیک که از فضای دموکراتیک رأی‌گیری و دموکراسی استفاده میکنن، وقتی که قدرت میگیرن همون دموکراسی رو به سخره میگیرن و درجه انسداد ایجاد میکنن و میخواد هر جا باشه. در ترکیه هم یه بار دیگه نشون داد که اینها ممکنه با حرم رأی، دموکراسی و مردم بیان به قدرت، اما وقتی به قدرت رسیدن دیگه رها نمیکنن، با هزار تروت قدرتشون رو متمرکزتر و دائمیتر و به اصطلاح طولانی تر خواهند کرد. در آلمان شرایط نسبت به ترکیه با کلیت فرق میکنه. حدود 1.5 میلیون ترک بوده که واجد شرایط رأی دادن بودن. این امکان رو داشتن که در همه پرسی اطلاعات روشنی به دست بیارن. چرا اتفاق افتاده؟ در آلمان همه گروه ها شرکت کننده در همه پرسی این امکان رو داشتن. کسی هم فضای ترس هم نتونستن ایجاد کنن، گرچه طرفداران اردوغان و به اصطلاح دستگاه حزبیش سعی میکردن که حتی فضای ترس رو به آلمان و اروپا هم منتقل کنن که مرعوب کنن، از طریق به قول معروف هواداران چماقدار و حزب اللهی خودش به قول معروف این کارو بکنن. در چنین شرایطی آزادی حدود 450 هزار نفر از ترک‌تباران آلمان که بیش از 63% افرادی هستند که پای صندوق رأی رفتن، رأی خودشون رو به نفع اردوغان در صندوق ریختن و اینها. خب مورد بررسی واقع شده که این ترک ها که چنان نسل دوم حتی سومش تو آلمان هم. از بعد از جنگ جهانی دوم و ویرانه شدن آلمان و احتیاج به نیروی کار داشتن که در سوی نیروی کار رو از ترکیه بسیار وارد شد، اگر در مقام کارگر ساده اون دور اومدن، برای نسل دوم و سوم بچه های اینا، نوه های اینا بسیار خوب و تحصیل کرده هم هستن. اما باید گفت که آلمان هم متوجه باید باشه که در سیاست همگراییش یا انتگراسیونش خطاهای زیادی کرده. وقتی همه شهروند ترک به اصطلاح شهروندان ترک‌تبار آلمان از فردی دفاع میکنن که سعی میکنه مجازات اعدام رو بیاره، مطمئنا در سیاست های آلمان هم سری اشتباهات رخ داده. این رو الان آلمان ها یا نظریه پردازان آلمانی هم به این مسئله واقف هستن. در این انتخابات مجلس نمایندگان آلمان بوندستاگ هم فعال شده تا این نارسایی ها را ریشیابی بکنه. تصمیم گیری در مورد عضو ترکیه در اروپا احتمالا به زیر علامت سوال جدی میره که اتریش رسما اعلام کرده که اساسا این موضوع رو از دستور کار خارج بکنه و در صورت آلمان باید مشکلات موجود با شهروندان ترک تبار خودش حل کنه. آلمان باید سرانجام بپذیره که کشوری مهاجر پذیره و اگر هست رفتارش رو با مهاجرینی که پذیرفته معقول کنه. آلمان باید از سیاست فرهنگ قالب و همینطور سیاست یگانه سازی فرهنگی دست برداره
در جهت قوانین بنیادی دموکراتیک حرکت بکنه. این بحثا این روزا در آلمان در صورت رایج شده که ریشیابی کنن و این پدیده رو که ترکایی که در آلمان هستن یا در هلند هستن اینا چجور به اردوغان رای دادن که آشکار میگه میخوام اعدامو بیارم، آشکار به سیاست سرکوب رو در پیش گرفته و پیامدهای خاصی رو میتونه برای آلمان به بار بیاره، برای اروپا، برای خود ترکیه به بار بیاره. با توجه به این توضیحات من فکر میکنم که ما باید در آینده شاهد چالش‌های بزرگ باشیم در ترکیه. شکاف ملت کاملا با دو شکل شدن ملت رو در روی هم قرار گرفتن با دو سهمگیری کاملا استراتژیک متفاوت و پروسه همگرایی در آنجا متوقف شده، پروسه واگرایی ملت و شکاف بین بخش عظیم ملت با دولت به شدت تشدید شده. اعضا و گروه های در سکولار که پایبندی دارن به این امر مشروعیت دولت رو کاملا زیر نام سوال بردن و با ادعاهایی که و به خواستهایی که اردوغان در عرصه درون مرزی و بیرون مرزی داره ترکیه رو با چالش های بزرگتری روبرو خواهد کرد که عملا روی اقتصاد اثرات منفی شدید خواهد گذاشت و نرخ بیکاری در سال گذشته به شدت بالا رفته و تورم قیمت یا ارزش پول ترکیه به یک سوم کاهش پیدا کرده. توریسم که به اصطلاح بالای 30 میلیارد در سال درآمد توریستیش بوده بیش از 9.5 میلیارد ضرر خورده تو این زمینه و به شدت کاهش پیدا کرده و چشمانداز این هست که تشدید خواهد شد، بخصوص جنگی رو که با اتحادیه اروپا و آلمان شروع کرده در رو در روی ها به اقتصاد اون ضربه شدیدتری خواهد زد. دو هم بین که جنگ مسلحانه تشدید خواهد شد و در ماجراجوی خارجیش هم روی سوریه باز متمرکزه. آمریکایی‌ها در صورت روی مسئله کردها نتونستن تا کنون با ترکیه به توافق به سازش برسن و اون سیاستی که اردوغان بیان کرد یا ما یا کردها، عملا آمریکایی‌ها به دلیل اینکه در شرایط ژئوپلیتیک سوریه نیروی به اصطلاح ماندگار نمیبینن به جز کردها رفتن محکم پشت کردها. یعنی آمریکایی‌ها درسته کاملا داعش رو درست کردن بنا به اعتراف خودشون و خوبم به خوبی هم میدونن که بیش از 6 میلیارد دلار قطر به جبهه النصر تا کنون کمک مالی و تسلیحاتی کرده. دارم خوب میدونن این ابزار تروریسم وسیله است برای آمریکایی‌ها که دولت بشار اسد رو تضعیف کنن و یا اهرام فشاری است که از دولت عراق باج بگیرن. همینا هست، ولی اگر بخواد به صورت دائم در سوریه ماندگار بشه و پایگاه داشته باشه، تنها نیروی مشروع و بومی اونجا کرده هستن. به همین دلیل در صورت حمایت تسلیحاتی خودش از کرده تشدید کرده با امید این که نیروی زمینی تهاجمی برای فتح رقه رو که مرکز یا پایتخت داعش هست کردها تصرف کنن و اون چیزی هست که اردوغان رو به شدت عصبی میکنه که کردها موقعیتی پیدا کنن در سوریه که بر یک نوع خودمختاری درجه یک یا بالا برسن که میتونن شبه دولت حداقل تشکیل بدن، چون پیوندی را که بین YPG یا کردهای سوریه با PKK هست برای ترکیه بسیار بسیار آزاردهنده است. ترکیه در مورد عراق از خودمختاری و یا حتی جدایی بارزانی اقلیم کردستان دفاع میکنه. علتش هم روشنه، برای اینکه اونجا به اصطلاح دولت بارزانی از طرف
مخالفینی مثل ایران و عراق که مخالف جدایی هستن روبرو است، در تنگنا قرار میگیره. هیچ راهی جز ترکیه نداره که نفت رو از ترکیه صادر کنه و عملا از دیدگاه ترکیه دولت کاملا وابسته به ترکیه خواهد شد. و با توجه به این که بارزانی هم در رقابت کامل برای سرکردگی کردها هست، با پیکاکا درگیره در جاهای مختلف کردستان عراق، این درگیری ها رو شاهد بودیم. یعنی از اونجا اینها رو با هم متحد میکنه، بارزانی رو با ترکیه بر علیه پیکاکا در عراق، در سوریه و ترکیه. یه همچون وضعیتی رو ما محاسبه رو میتونیم ببینیم. پیشبینی میشه اگر حمله برای آزادی رقه توسط ائتلاف آمریکایی و کردها صورت بگیره، فکر میکنم اردوغان بی تفاوت باقی بمونه، چون این به معنای نه تنها شکست آرزوهاش در سوریه هست، بلکه به وجود آمدن یه دشمن کاملا مسلح به نام کردها هست که در صورت پیکاکا را دارای سرزمین یا جغرافیایی برای حضور کاملش میکنه. اگر در کوههای کردستان عراق به دلیل مخالفت بارزانی دائما از دو طرف پیکاکا زیر فشار هست، در اونجا آزادی سرزمینی پیدا میکنه. با توجه به محاسبات، با وجودی که آقای ترامپ تلفن زده تبریک گفته و این جالب است که از یک طرف ادعا میکنه برای آزادی آمده، از یک طرف همه میبینن خود مردم مدرن و مردم سکولار به اصطلاح ترکیه این رو یک خش به اصطلاح فاجعه ارزیابی میکنن، یعنی جامعه رو به اصطلاح به طرف دیکتاتوری و شریعت و اسلامگرایی میبره، از یک طرف آمریکا ادعا میکنه به قول معروف میخواد دموکراسی و آزادی بره تو خاورمیانه. هر جا رفته میبینیم که پشت اسلامگرایان را گرفته، سکولارها را فروخته، در مصر، در لیبی، در عراق، در سوریه، الان هم آخریش در ترکیه، همونطور که در مورد ایران هم اتفاق افتاده. یعنی دیدیم که آمریکایی‌ها پشت جنبش‌های اسلامگرایی رو در پاکستان هم همینجور، در افغانستان هم همین اتفاق افتاده. و اینها ادعاهای دولت مردان آمریکا با ادعاهاش با واقعیت‌ها کاملا در تناقض و تضاد. حداقل اروپایی‌ها، آلمانی‌ها تا این لحظه به اصطلاح این پدیده ترکیه رو یه پدیده بسیار منفی ارزیابی می‌کنن، مثبت ارزیابی نمی‌کنن برای دموکراسی. ولی شگفت‌آوره که آمریکایی‌ها تبریک هم میگن. خلاصه این وضعیت رو ما در ترکیه کاملا مشاهده میکنیم و اوضاع را در اینجا در صورت تنش‌هاش هم افزایش پیدا خواهد کرد. امیدش هم به رفتن به اتحادیه اروپا مثل مسدوده. باید ببینیم که برای این تنگناهای اقتصادی چه ظرفیت هایی رو میخواه احیا کنه. آیا به طرف شانگهای میره، به طرف بریکس میره، به طرف همکاری بیشتر اقتصادی برای جبران این مشکلات داخلیش، به طرف ایران، به طرف عرب ها. در صورت سردرگمی هم در سیاست های دولت ترکیه کاملا مشهوده که به عنوان یک دولت بی ثبات و پیشبینی ناپذیر کاملا در جغرافیای سیاسی مطرح است که سخته که خب حالا اردوغان بعد حرکت بعدی اون چه کار است. اما در مورد مسئله ای که آمریکایی‌ها در صورت دارن پیش میبرن در عرصه بین المللی، خب سعی کردن با تهدید، ارعاب، وحشت آفرینی و به قول معروف جنگ افروزی سیاست خودشون رو پیش ببرن که همانا جنگ روانی هست، در مورد ایران هست، در مورد کره شمالی هست، در مورد چین عمل کردن که خب موقع مهمانی آقای
جمهور چین اطلاع میدن ما سوریه رو موشک باران کردیم. خب این بسیار بسیار غیر عادی است، مگر اینکه بخوان اون رو در اونجا مرعوبش کنن و امتیاز ازش بگیرن. باید ببینیم که و تهدیدی که کردن چین رو که دست از حمایت کره شمالی بردار و یا ما صبر استراتژیمون تمام شده، شما دخالت نکن، ما خودمون مسئله رو حل میکنیم. تقریبا این پیام رو در راه حل نظامی هست. حالا ببینیم که این راه حل نظامیش چی هست. ما میبینیم که خب اظهارات رهبر کره شمالی در پاسخ به شدت شدید و لحن بوده، باعث شده برخی گمان کنن که قطعا جنگ در کره شمالی بین آمریکا و کره شمالی به وقوع میپیونده، با خصوص بعد از اینکه دولت ترامپ رئیس جمهور آمریکا از انداختن این مادر بمب ها به افغانستان به اصطلاح گفتن یا اینجوری تفسیر کردن و تحلیل کردن که مقصد یا به اصطلاح این است که برای کره شمالی خط نشون کشیدن و یا برای ایران هم همینطور. آیا ببینیم که رهبر کره شمالی مرعوب میشه یا نه، و در حالی که مرعوب نمیشه چی هست؟ آیا چین مرعوب میشه؟ چون بلافاصله روسها اعلام کردن و آمریکاییان، کارشناس آمریکاییان تایید کردن که شما مادر بمب ها داریم، ما پدر بمب ها رو داریم، بمبی داریم به نام پدر بمب ها که قدرت تخریبش چند برابر بمب شماست، ما داریم این رو و آزمایش هم کردیم. یعنی با اینجور ابزارها و وسایل جلو نیام. در گزارشی آمده که در صورت چرا رهبر کره شمالی مرعوب نمیشه و چرا خواست آمریکا دال بر بی‌طرف ماندن چین و روسیه عقلانی نیست، واقعی نیست. در سال 1950 و 53 که جنگ کره به اصطلاح شروع شد، تحلیل آمریکایی‌ها این بود که روسا درگیر خودشون هستن و چینی ها تازه انقلاب کردن، هزار تا مشکلات دارن، ویرانی های بسیار، توی جنگ کره دخالت نمی کنن. بر اساس چنین ذهنیتی حمله کردن مکنامارا و اینها، و مسئله وحدت دو کره همواره در دستور بود. آمریکا هم میخوان وحدت دو کره رو که زیر هژمونی خودش باشه، چینی هم وحدت دو کره رو میخوان، روسا هم میخوان که بس زیر هژمونی اونها باشه. یعنی اینجا به خواست وحدت دو کره مطرح نیست، مسئله هژمونی بر شبه جزیره کره است که داره پتانسیل بالای ژئوپلیتیک، چون هم با روسیه و یا شوروی سابق هم مرز در منطقه ساخالین و هم با چینی ها مرز طولانی تری داره، مرز با روسیه باریکه است، ولی بسیار از لحاظ سوق‌الجیشی اون منطقه برای روسا اهمیت فوق‌العاده داره به خاطر ناوگان اقیانوس آرامشون در صورت تو مناطق است که حضور دریایی خودشون رو داشته باشن. بلافاصله بعد از اینکه آقای پنس این سخن رو گفت و به مدار 37 درجه رفت و اینها، دیدیم واکنشتشون دادن روسا و چینیا. همونطور که در سال جنگ اول کره هم دیدن که ارزیابی غلط حساب دارم، یعنی بیش از 100 هزار داوطلب جنگجوی چینی وارد خاک کره شد، تناسب قوا رو به هم زد. نیروی هوایی اسلحه های یا میگای 15-19 روسیه وارد گود شد و اون برتری هوایی رو از بین برد. در نتیجه مکنامارا از ترومن تقاضای استفاده از بمب اتم رو کرد. بلافاصله انگلیسی ها به وحشت افتادن، چون
در این مرحله دیگه آمریکایی‌ها انحصار بمب اتم رو نداشتن، بلکه روسا سال 1347 آزمایش اتمی کردن، سال 1344 سال بعد از جنگ، سال 1349 اونجا بمب رو 1949 بمب رو قابل استفاده در چیز کردن، اتم رو به صورت بمب که قابل پرتاب باشه به وسیله هواپیما کردن، چون این زمان میبره. و تا اونجا هم که خب روسا شوروی ها پایگاه داشتن در اروپا، در آلمان شرقی، در همه مناطق پایگاه هوایی داشتن، رسیدن این بمب بالای لندن زیاد طول نمیکشید انتقام بگیرن یا تلافی بکنن. بلافاصله نخست وزیر انگلستان به سرعت رفت آمریکا و ترومان متقاعد کرد که از بمب اتم استفاده نکنه، دست اینا رو باز میکنه که در اروپا استفاده بکنه. به همین دلیل ترومن جلوی مکنامارا رو گرفت و آخر سر آنچنان تضاد شدید شد که ترومن مجبور شد مکنامارا رو که فاتح جنگ شرق بود رو از کار برکنار بکنه و در صورت مرز 37 درجه رو فکر میکنم مرز قرار دادن که کره شمالی و جنوبی جدا بمونه. امروز هم برخلاف تصوری که این دولت ترامپ داره، اون منطقه به شدت حساس و حیاتی است برای روسا و اگر بخواد به اصطلاح روسا آمریکایی‌ها بمب اتم اونجا به کار ببرن، اونجا بخش وسیعی از شرق چین رو آلوده رادیواکتیو میکنه و بسیار انسان‌های زیادی رو از چین میکشه. اونجا هم بخش منطقه ساخالین و به اصطلاح اون منطقه کامچاتکا رو تمام آلوده میکنه و روسا اونجا پادگان دارن، زندگی دارن، فلان دارن، اونجا رو آلوده رادیواکتیو میکنه. پس بنابراین به هیچ وجه دلیل نمیبینه که آقا چیز باشه، بی تفاوت باشن، رها کنن و بگذارن آمریکا هر کاری میخواد بکنه بکنه. به همین دلیل هم به دنبال این تهدیدها مشخص شد که به اصطلاح تصاویری که ماهواره منتشر شد مدعی شدن که روسیه در حال انتقال بخش عظیمی از تجهیزات نظامی خودش به شهر بندری ولادیوستوک هست، در فاصله 8 مایل حدود 13 کیلومتر از مرز با کره. S-400 ها را بردن اونجا که در صورت تهدیدات هوایی آمریکا را که از مدار معین عبور کنه عکس العمل نشون بدن. این خبر از سوی منابع روسی در سکوت گذاشته شده. خطر قریب الوقوع بودن جنگ در شبه جزیره کره به شدت بالا رفته و به ادعای اکسپرس کاروانی متشکل از 8 فرمند موشک 100 به هوا به ولادیوستوک اعزام شده، پدافند هوایی 400 اعزام شده و گفتنی است که ولادیوستوک قرارگاه بندری ناوگان اقیانوس آرام در مال روسا است و این پدیده طبیعیه. شما اونجا بخواید بمب اتم به کار ببری، بعدش چی هست؟ تمام منطقه رو آلوده کنی، یعنی تمام ناوگان رو بچینن بر بنادر رو تعطیل کنن، از سکنه خالی کنن، یا شاهد کشتار انبوه مردم اونجا به وسیله رادیواکتیو بشن. بیام چه چیزی به نظر میاد خیلی کودکان است که روسا بخوان بپذیرن و میتفاوت باشن و به نظر من یه ماجراجویی کودکانه آمریکا میکنه تو این زمینه، غیر مسئولانه و ابعاد فاجعه رو درک نمیکنه. این آمریکایی‌ها عادتشونه اول به خاطر که حمله کنن، اول بازرس های سازمان ملل میرن، همه بازی ها رو در میارن، طرف وقتی مطمئن شدن قدرت دفاعی نداره بهش حمله میکنن، اینا ضعیف کشن. در مورد عراق این کار کردن، تمام گزارشات بازرس های سازمان ملل که رفتن اطمینان دادن عراق نه بمب شیمیایی داره، نه چیز اتمی داره، نه توانایی های نظامی داره، بعد از اون که مطمئن شدن حمله کردن. ولی هیچ علائمی از این که با این تهدیدات کره شمالی مرعوب بشه که موشک غارپیما داره، موشک بالستیک داره،
نمیفهم اتم بمب اتم رو آزمایش کرده، بمب هیدروژنی رو هم آزمایش کرده و اعلام هم کرده و دارای ارتشی بیش از 1.5 میلیون پرسنل است. ارتش کره جنوبی 600 هزار نفره، یعنی نیروی انسانی کافی داره برای جنگ دراز مدت. و اتفاقا توی همین سالگرد انقلاب به اصطلاح تاسیس دولتشون و تولد پدر بزرگی بابا، خبر 250 خبرنگار بردن اونجا مشاهده کردن، برخلاف و تصویری که ارائه میدن از چیز کره شمالی، گرسنه‌ان مردم در فعلا، چینی ها اونجا به قول معروف یه چین کوچک درست کردن، سرمایه های هنگفت اونجا رفتن به کار بردن و همه اینا رو خبرنگارا تایید کردن. یعنی اینطور نیست که تصویری که ارائه دادن، در صورت منابع خبری آمریکا اعلام کردن نیروهای مسلح چین در 5 منطقه نظامی به حالت آماده باش کامل در آمدن و یونایتد پرس گفته نیروهای مسلح چین از دستورات مستقیم از فرمانده کل ارتش این کشور گرفتن که آماده باش کامل رو در 5 منطقه نظامی حفظ کنن. بنابراین این هست که آقا ما بی تفاوت نیستیم. وزیر خارجه چین هم شدیداً اخطار داد که بحران رو تشدید نکنید. لاوروف هم چیز کرده که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که در این منطقه یک جانبه گرایی رو تو بخوای اتخاذ کنی، خودت تصمیم بگیری و عمل بکنی. و اتفاقا مورد حمایت هیچ کس هم قرار نگرفته، حتی مردم کره خواهان این وضعیت نیستن، مردم ژاپن اساسا خواهان این وضعیت نیستن که 4 تا موشک، حالا احتمال داره موشک اتمی دوباره هیروشیما و ناکازاکی رو تجربه کنن. حالا تو هم برو 1 میلیون کره‌ای رو بکش، اونم میتونی کارو بکنه. در صورت مشخص شده گردانهای توپخانه چینی در مناطق نظامی شاندون و چستروان و یونان و اینا دستور موزگیری در روار مرزی با کره شمالی رو دریافت کردن و نشون میده که حدود 25 هزار نیروی ویژه در غرب چین دستور گرفتن که آماده کامل باشن با ادوات تجهیزات جنگی و به مثلا کوتاه‌ترین زمان رو با مرز کره اتخاذ بکنن موقعیت خودشون. خبرگزاری ژاپن هم نوشته علت نیروهای چینی، علت حرکتشون به سمت مرز با کره، نگرانی پکن از احتمال حمله پیش دستانه آمریکا به پیونگ‌یانگ که همونطور که در سوریه اقدام کرد و خلاصه این موجوداتی که در کاخ سفید هستن ظاهرا موجودات غیر قابل پیش بینی هستن و عرف شکن هستن و سعی میکنن در صورت مرعوب کنن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای حمله به سوریه در جریان مذاکرات اخیرش با شی جی پینگ رئیس جمهور چین در واشنگتن، طرف چینی نمایش قدرت رو به نمایش در آورد در اون موقع غذا خوردن و یه نوع اهانت به چین هم هست که خب تو داری چیز میکنی یا مرده بیا رو غذا به اطلاع بده، ما 59 تا موشک پرتاب کردیم به طرف چیز. خب که مشخص آدرس چی هست، آدرس چینه. آمریکا ناوگانش رو فرستاده، بلافاصله روسا اعلام کردن در چند مورد که یکی موشک های جدیدشون 8 برابر سرعت صوت هست، یعنی به 8 درهای جدیدشون هم آزمایش کردن که 4 برابر سرعت صوت 8 درهای ناتو هست که هر هواپیمایی رو با هر به قول من رو کشتی با ظرفیت های بالا را میتونن در جا منهدم کنن. یعنی تمام این علائم و نشانه ها بیانگر این است که هیچ پدیده را که ما ببینیم که اینا عقب نشینی را در دستور کار خودشون قرار دادن نمیبینیم. لوئن پانتا رئیس سابق پنتاگون هم منتقده که حمله پیشگیرانه آمریکا به کره شمالی که رسانه ها از اون از احتمال وقوع اون صحبت کردن میتونیم به یک جنگ هسته تمام عیار منجر بشه. داشته یک مقام بسیار ارشد رئیس پنتاگون بوده، ایشون به NBC گفته که یک دلیل وجود داره که رؤسای جمهور گذشته آمریکا جنگ با کره شمالی را آغاز نکردند.
در صورت آغاز این جنگ 20 میلیون شهروندان سئول بلافاصله مورد هدف پیونگیانگ قرار میگیرند. به همین دلیل من معتقدم که ما باید معتاد عمل کنیم. خب خدا پدر اینجور افراد، هنوز آدم های عاقل تو آمریکا هستند که به اصطلاح برای وارد شدن احتمالی به جنگ 10 بار فکر میکنن بعد عمل میکنن. به گفته آقای پانتا، رهبر پنتاگون، رهبر سابق، در مورد باراک اوباما گفته در صورت ایشون سعی میکرده که تنش رو تو منطقه کاهش بده، ایشون افزود که آمریکا باید محتاط‌تر باشه و حرکت ناگهانی انجام نده. ترامپ در هفته گذشته کره شمالی رو یک تهدید خواند و اعلام کرد که این مشکل رو خودش حل میکنه، اما از اقدامات احتمالیش حرف نزده، ولی فقط همین ناو هواپیما برای کارمنسون رو به منطقه فرستاده خوب و مسائلی از این دست رو به وجود آورده. خب اما باید بیم یک ارزیابی بکنیم. غیر از این، اولا برتری نظامی مطلق آمریکا نداره که ما بگیم با یک وضعیت اینجوری است، یه طرف خل سلاح شده است یا سلاح‌های ضعیف از کار افتاده قدیمی داره، یه طرف مدرن‌ترین سلاح‌ها رو داره، یعنی به اصطلاح خسارت‌های احتمالی طرف مقابل که ایجاد میکنه به آمریکایی‌ها و متحدینش در کره جنوبی ژاپن خیلی ناچیزه، کمه و به همین دلیل ارزش ریسک کردن رو داره، ولی واقعیت‌ها اینگونه نیست. کشتار انبوه صورت خواهد گرفت. پیونگیان در یه دستوری که بسا چیز کرده، شهر پیونگیان پایتخت کره شمالی 600 هزار جمعیت داره، دستور تخلیه رو داده، یعنی با مجردی که اولین علائم دیده بشه شهر تخلیه میشه. سئول چندین میلیونی رو نمیشد به این صورت تخلیه کرد و الاخر، و به همین دلیل به شدت سئول آسیب پذیره. آنطور که روزنامه دیلی میل انگلیس نوشته، به نظر میسه که بیباکی رهبر کره شمالی یکی از دلایل اصلی هست که دولت ترامپ رو وامی داره تا از ترس این که تمامی منطقه شرق آسیا رو به آتش بکشن از حمله به کره شاید منصرف بشه. یعنی نشون داده که طرف مرعوب نمیشه، طرف جا نمیزنن. در صورت آدمی که دستش خالی است ممکنه به ترسه، ولی آدمی که دستش پر هست به این سادگی با 4 تا تهدید آمریکا کنار نمیره. با وجود این که به ترامپ هم به عنوان شخصی بیباک نگاه میشه که ممکنه تصمیمات جسورانه بگیره، اما ترامپ میدونه که باید کجا متوقف بشه. البته ترامپ نمیدونه، شاید در دستگاه کاخ سفید آدمهایی باشن که افسار رو بکشن، نخ رو بکشن که زیاد جلو نرو، چرا که بین جسارت و بیباکی و حماقت یک مو فاصله است. آدم جسور یه چیز است، بیباک یعنی میره به طرف کله خری، و اونا دیگه به قول معروف عنصر عقلانیت سلب میشه، چون دیگه اینجا باید عقل ابزاری عمل کنه، عقل تکنیکی عمل کنه، عقل واقع بین عمل کنه، که خب وقتی که آدم وارد جنگی بشه که میلیون ها کشته به بار بیاره و طرف این ابزارها رو داره، تو هم داری، دیوانگی است که وارد این جنگ میشی. در اصل به خوبی میدونی که هر درگیری با پیونگیانگ به صورت بی سابقه تمام منطقه رو فرا میگیره، هشدار وقوع جنگ جهانی واقعی رو هم میشه از دلش داد. همونطور که گفتم نه چینی ها بی تفاوتن، نه روسا بی تفاوتن، منطقه به شدت حساسه و اگر در اونجا آمریکایا بازی کره را ببرن، تقریبا میشه گفت که کار چین ساخته است. یعنی باید بپذیر 50 سال هژمونی کامل آمریکا را و یا روسا اون منطقه را باید رها کنن، دیگه ناوگانشون همه اینا، و اونا هم به هیچ وجه عقب نشینی نمی کنن. در صورت یه تحلیلگر سیاسی به نام مارک المون گزارش داده که رهبر کره شمالی میدونه که با وجود تهدیداش علیه آمریکا پیروز نخواهد شد، اما ترامپ هم میدونه که تصمیم گیری برای جنگ با کره شمالی به منزله خودکشیه و هر دو اونها به خوبی میدونن
اگر گزینه ورود به جنگ رو انتخاب بکنن، کشور خودشون رو با یک بسیار دریای خون روبرو میکنن و همینطور آماج بعدی که انگشت اتهام و اون موقع تو خود آمریکا. من فکر میکنم اگه این جنگ رو با این ابعاد شروع بکنن، مردم آمریکا این بابا رو به عنوان جنایتکار جنگی میگیرن و محاکمه میکنن، در صورت خاطره تلخ جنگ ویتنام هنوز از ذهن مردم آمریکا بسیار دور نشده. علت منصرف شدن ترامپ که به اصطلاح من فکر میکنم اینا عمل میکنه، میدونه که حمله به پیونگیان، حمله نظامی مستقیم به کره شمالی میتونه به تغییر بسیاری از در توازن قدرت در منطقه متشنج بیانجامه. اونجا پیروزی نیست و اگر پیروزی به دست نیاره شکست تلقی میشه. جنگ شروع کرده ولی پیروزی به دست نیاورده، همون وضعیت مانده، یه شکست برای آمریکا. اون موقع به سرعت اعتماد متحدینش نسبت به آمریکا در هم میشکنه، اونجا نسبت به قدرت آمریکا و درجه حفاظت این قدرت از متحدینش در آسیای جنوب شرقی. هنوز هم هیبت آمریکا خلاصه عنصر بازدارنده است، ولی اگر جنگ شروع کنه و شکست بخوره مثل ویتنام، اون موقع بسیار دیگه اونجا رو باید رها کنه دیگه، با برایند قدرتی که امروز در اون منطقه وجود داره. توازن واقعی در منطقه شکل گرفته، نفوذ قدرت میان چین و آمریکا و روسیه در اونجا تقسیم شده است. آمریکا از حمایت کره جنوبی و ژاپن برخورداره، در حالی که پکن و پیونگیانگ توافقهای تجاری و گسترده دارند. یعنی اصلا میشه گفتش که یه چین کوچک اونجا. روسیه هم تمایلی به افزایش نفوذ آمریکا در اون منطقه نداره. سیستم دفاع راکتی هم که اومدن میخوان در کره جنوبی را بندازن، عملا برای روساست، برای اینکه بازی توازن استراتژیک رو به هم میذاره. همونطور که این راکت ها را در رومانی و لهستان مستقر کردن، اونجا هم میخوان مستقر کنن که درجه آسیب پذیری آمریکا را به شدت پایین بیارن و ضربه اول رو بتونن بزنن و روسا نتونن پاسخ بدن. روسا میدونن که استقرار سیستم تاب در اونجا مکمل همون استقرار سیستم های ضد موشکی در رومانی و لهستانه و به همین دلیل تهدید شدید علیه امنیت ملی خودش تلقی میکنه. اعلام جنگ در این زمان خلل بسیاری رو برای این توازن ایجاد میکنه، به اینکه ممکنه واشنگتن وارد نزاعهایی با قدرت های بزرگ بشه، اون موقعی که خصلت بین المللی پیدا میکنه. به همین دلیل هم به نظر نمیرسه بسیار از متحدین آمریکا در سایر نقاط جهان وارد این ماجراجویی بشن و به همین دلیل هم منابع قصر سفید، کاخ سفید فاش کردن که برجسته ترین علتی که ترامپ رو ممکنه منصرف کنه از این تهدیدات و جنگ، برای اینکه حمایت بین المللی نداره. به خاطر همین لاوروف اون رو از یک جانب گرایی، یک جانب تصمیم گرفتن برحضر داشت که هر تصمیم باید تو سازمان ملل باشه. قطعا اون موقع هیچ کشوری فکر نمی کنم حمایت کنه از اعلان جنگ برای یک کشور اتمی. اعلان جنگ در این منطقه بسیاری مشکلات رو به وجود میاره، حمایت بین المللی هم نداره و به همین دلیل حتی مردم کره جنوبی و دولت، یکی از دلایلی میگن که این خانم رئیس جمهور رو بر مثلا برنامه فساد گسترده براش درست کردن، دستگیرش هم کردن، با استقرار مشکهای تاب در کره جنوبی مخالفت داشت. به یه بخشی از سرمایه‌داران بزرگ و گردن کلفت کره‌ای که پیوند تنگاتنگ با بازار چین دارن، از تنش بین چین و کره آسیب میبینن، اونها مخالفت میکنن، چون برای حمله معدود که توانایی کره شمالی رو کمتر کنه حساب باز کردن. اما این حمایت از این حمله حمایت نمیشه. مثلا مردم کره هم طور که گفتن از این که تشدید مواضع علی همسایه شمالیشون یکی از برچسته دلالشه که ترامپ رو منصرف میکنه، مردم کره جنوبی و کره شمالی پیوندهای عمیق دارن، خویشاوندن. هنوز هم وقتی که مرز دو کره کم باز میشه این خویشاوندا به هم میرسن،
صحنه‌های تراژیکی به وجود میاره که مثلا پیرمرد 90 ساله دخترش آمده کره جنوبی جدا شده، بعد از مثلا 50 سال همدیگه رو میبینن و چه فضای غم انگیزی وجود میاد. هر گونه حمله آمریکا باعث ایجاد موج گستردگی از دو دستگی در جامعه کره میشه، در حالی که این جامعه روابط خانوادگی بسیار با خانواده‌های متعدد کره شمالی داره و قابل قبول نیست. مثل اونه که بیان به بخشی از ایران حمله کنن، حمله اتمی بکنن، هموطنان ما را که در صورت حالا به هر دلیل ما جدا شدیم مثلا ما بقیه بی تفاوت نمیشن، یا حتی همه الان مثلا به افغانستان، به تاجیکستان، به هر منطقه بخوان حمله اتمی کنن، ما ایرانی هم نمیتونیم بی تفاوت باشیم. اونا دیگه که یک ملت هم به همین دلیل هم ژاپنی ها از این که به اصطلاح خطر حمله اتمی بالای سر کشورشون باشه، با توجه به تجربه بسیار تلخی که از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی دارن، بسیار بسیار گریزانن از تکرار این صحنه های تاریخی. به همین دلیل به نظر نمیرسه که نه حمایت مردمی داره نه حمایت دیپلماتیک بین المللی داره این پدیده، هیچ کدوم اینا رو من نمیبینم. در همین راستا در صورت شکاف اختلافاتی که وجود داره، به زودی خانم مرکل عازم مسکو میشه، خانم مرکل در صورت صدر اعظم آلمان بنا به گزارش اشپیگل روز 2 مه قصد سفر به مسکو رو داره و در برلین میگن که سفر مرکل به کرملین برای آمادگی برای نشست جی 20 است که طی ماه جولای در هامبورگ برگزار میشه. این دیدار در واقع تلاش مرکل برای جلوگیری از وقوع اتفاقات بدتر در شرق اروپا است و اروپایان به شدت دارن واقف میشن که بازی های ماجراجویانه رو یکم ترک کنن، چون حوادثی که داره در اروپا اتفاق میفته تماما بر ضد این توسعه طلبی ناتو است. انتخابات فرانسه که از اون پدیده‌های شگفت انگیزی که شاید در 2 هفته آینده اتفاق بیفته، یا ملانشون ببره که یک رادیکال چپ است و برنامه هلام شدهش هم بسیار رادیکاله و در صورت سیاست های ماجراجویانه و جنگ طلبانه به شدت پرهیز میکنه و از ملت هایی که زیر فشار آمریکایی‌ها بودن، از کوبا، ونزوئلا آشکار دفاع میکنه، یه سخنور برجسته است و مسلط به تاریخ اروپا، تاریخ فرانسه و یکی از بزرگترین ادیبان سخنور که به اصطلاح آثار ادبی فرانسه بخصوص ویکتور هوگو رو همینطور به اصطلاح با زبان شیرین و شیوا بیان میکنه، محبوبیت عجیبی پیدا کرده و سرعت رشدش هم طی نظرسنجی های مختلف به سرعت رفته بالا. یه پدیده است اگر ایشون برنده بشه به دور دوم کشیده بشه و خانم لوپن از اونور، پیروزی این قطعیه، و اگر لوپن در صورت بیاد بالا با یک چیز رقیب ضعیف، خلاصه اوضاع فرانسه به طرف ساختار شکنی داره حرکت میکنه و دیگه این سیاست های نو استعماری دوران چند ساله اخیر که با تجاوز و دخالت و اینها هست مورد قبول فرانسویان نیست، مورد قبول اروپاییان نیست، دارای عذاب وجدان شدن. خبرهایی که از لیبی میرسه که در اثر سیاست فرانسه آقای سارکوزی و به اسلام انگلیسی ها و آمریکایی پیاده شد به دهشتناکه. مرد فروشی در لیبی را افتاده، مردها رو و زنها را $200 خرید و فروش میکنن، زندان میکنن، شکنجه میکنن و انسان $200 شده اونجا. و شگفت آوره در تاریخ، شگفت آوره که یک سیاپوست بردهداری رو برگردون به آفریقا، اونم آقای اوباماست. بدون حمله آمریکا امکان نداشت این وضعیت به وجود بیاد. و جالبه که الان هم نسلان خودش که سیاپوست هستن در لیبی اونجا اسیر میشن، فروخته میشن، زنها رو $200، مردها رو $200، تو بازار بردهداری اونجا افتاده.
به یک از شگفتی‌های تاریخه که آقای به دست آقای اوباما بردهداری به آفریقا بازگشت. و این برای روشنفکران اروپا و فرانسه که همیشه پرچم روشنفکری جهان رو بلند کردن بسیار عذاب‌آوره، بسیار چیز هست چی میگن زشت و مذموم است که دولت اونها در احیای بردهداری در لیبی نقش داشته و فجایعی که به بار اومده. در صورت خانم مرکل در صورت در اوضاع خطرناکی که اوکراین رو گرفته میره مسافرت به مسکو، ده چند ماه گذشته وضعیت دونباس بدتر شده، دو آقای ترامپ هم به این وضعیت رو تشدید کرده، این تهدیدات و ماجراجویی که میکنه، بسیاری از این نیروهای جنگ افروز در اروپای شرقی رو خوشحال کرده. بعد از انتخاب ترامپ در برلین نگرانی های بابت توافقات ترامپ با روسیه در خصوص اوکراین هم به وجود اومده. اروپایی هم ترسیدن، آلمانی هم ترسیدن که در دیداری که به وجود میاد بین ترامپ و پوتین تمام این زورآزمایی ها برای اون نشسته، تمام این تهدید ها، تمام این قدرت چانه زنی رو ببرن بالا که از موضع برتر مثلا آقای ترامپ با پوتین ملاقاتش انجام بده و بتونه امتیازات گسترده رو در شرق اروپا، در آسیای جنوب شرقی، در خاورمیانه به دست بیاره. و اگر از موضع قدرت بره قطعا سوریه نصف خواهد شد، یعنی ما در آینده یه سوریه به اصطلاح قسمت شرقی و غربی خواهیم داشت که یک منطقه نفوذ آمریکایی‌ها، منطقه غربیش هم منطقه نفوذ روساست و یه خط حائل هم به وجود خواهد آمد، مرز مشترک سوریه با اردن، اونجا منطقه بیطرف خواهد شد که به اصطلاح امنیت اسرائیل در اونجا تامین بشه. و با وجود اینکه این تهدیدات رو میبینید تطبیع هم میبینید. خلاصه آقای تیلرسون که رفت مسکو با این پیام بود که اگر مثلا مسکو حمایتش رو از اسد برداره وارد کشورهای حجی هفت خواهد شد، هفت کشور صنعتی میشن هفت به علاوه یک، همونطور که در زمان یلسین بودن که در صورت بحرانهایی که وجود اومد روسیه رو حذف کردن. یعنی این شانس رو دادن که تحریم ها برداشته بشه و وارد هفت کشور صنعتی هشت کشور بشن و روسیه نپذیرفت به هیچ وجه، چون پیامدهای سیاست های آمریکا رو در به سر خاورمیانه بسیار خطرناک ارزیابی میکنن. در صورت الان دعوا روی ژئوپلیتیک سوریه هست که اینجا به اصطلاح منطقه نفوذ، حضور، کی پایگاه داشته باشه کی نه، این بستگی به دست بالایی هست که در حرکت‌های بعدی وجود میاد. با توجه به اینها خانم مرکل یا دولت آلمان هم نگران این هست که اگر این بازی صورت بگیره منافع آلمان رو دور میزنن و خودشون میشینن تصمیم میگیرن در مورد مسائل شرق اروپا، خاورمیانه و الی آخر. به همین دلیل هم واشنگتن چون خط مشی رو در روابط خودش با مسکو پیش میگیره که کار کردن سخت بشه. مشکل دیگه هم سر نزدیکی روابط آمریکا و روسیه نیست، بلکه سکوت کامل اینجا مرکل شرایط به وجود اومد را بسیار خطرناک ارزیابی میکنه. سه هفته پیش صدر اعظم آلمان به واشنگتن آمد تا آمریکایی را به بازی برگردونه، حالا قصد عزیمت به روسیه رو داره. تو اونجا روابط بسیار سرد جلوه کرد، یعنی وضعیتی که ما میبینیم. این موضوعات رو ما کنار هم بگذاریم وضعیت در صورت پیچیده تر میشه و اون فضاسازی هایی هم که و روی مسئله شیمیایی را انداختن، فضای بسیار عاطفی و حساس و اینها که اون رو تبدیل بکنن و استمرار بدن بسیار موفق نبوده. بسیاری از منابع معتبر اروپایی و حتی آمریکایی هم این مسئله رو پر اهمیت جدی نگرفتن و گفتن، من به اطلاعاتی آمریکا میگه تحقیقات نشون میده سلاح‌های شیمیایی توسط یک پهپاد از یک مرکز مشترک عملیاتی اسرائیل سعودی در خاک اردن بر سر مردم روسیه ریخته شده و سوریه ریخته شده. رابرت پری برنده جایزه ایران کنترا با توجه به منابع خودش میگه حمله شیمیایی در سوریه
از یک پایگاه عملیاتی ویژه عربستان و اسرائیل که مشترک در اردن اونجا راه اندازی شده. دایرگران اطلاعاتی ایالات متحده با توجه به این منبع مشخص کردن که یک هواپیمای بدون سرنشین مسئول حمله بوده و در نهایت به این باور رسیدن که پرواز در اردن بوده، از پایگاه عملیات ویژه عربستان صورت گرفته و حرکت کرده. با توجه به اینها اینطور هم نیست که اسرائیل یا آمریکا بمب مادر درست کنند و مثلا برای ایران درست کرده بودن. خب ما میدونیم که انا به اصطلاح چرا اسرائیلیا، مگر اوباما این بمب سنگر شکن یا چی رو به اسرائیلیا داد، چرا استفاده نکردن؟ چرا 3 بار تصمیم گرفتن عمل نکردن؟ چون هزینه بالا بود نه؟ علت چی بوده؟ خب ما میدونیم که به اصطلاح خالص دولت یهود بزرگترین بانک ها، کارتل های مالی، رسانه های جهان، مراکز مطالعاتی و پژوهشی دانشگاه ها همه جا قدرتمندن. یعنی یه واقعیت، بزرگترین مشکلی که همیشه یهودی ها باش مواجه بودن این بوده که کلید برد و سوداوری حد اکثری رو در اقتصاد جهان از طریق در صورت انحصارات، انحصار طلبی، احتکار، سیستم بانکی و بوران ها هم از سیستم بانکی که سرایت میکنه به کشورها، انگشت اتهام به طرف این بانکداران مثل راچیلد ها و اینها میره. اما در برخی مواد هم شاهد است، یا همطوری در مورد مسئله فناوری هم اسرائیلی ها به شدت قدرتمندن. در اسرائیل حتی در اختیار چیزهایی دارن که آمریکایی ها ندارن و روسا ندارن، در زمینه فناوری به اصطلاح همین نرم افزارها و اینهای اینترنتی و چی میگن به اسمه صنعت مدرهای تکنولوژی. مثلا همه چند ماه پیش وقتی که FBI در ایالات متحده میخواست به یک دستگاه یکی از تروریستا وارد بشه ببینه چی هست، خودش نتونست، مجبور شد دست به دامن شرکت اسرائیلی بشه تا قفل این رو باز کنه براش. یکی از مهمترین ابزارهای اسرائیل هم در جنگ با دیگر کشورها جانم. من فکر کنم اینجا یه اشکالی پیدا شد. نه، این داستانی نبود که قادر نبودن. شرکت های گوگل و اینا گفتن که این کار خلاف اخلاق، اینا به دادگاه رفتن، دادگاهو که اینا گفتن کار خلاف اخلاقه، این اسرار مشتریه، ما اگه اینو باز کنیم فردا مشتری اعتبارش رو از دست میده، اعتمادش رو از دست میده. یه بحث حقوقی و اخلاقی بود، در نتیجه شرکت‌های آمریکایی حاضر نشدن این کارو بکنن و اینا مجبور شدن به سراغ بیگانه برن. بفهمید ادامه. در صورت میتونه اینجوری باشه، من میتونم در صورت فکر کنم CIA دیگه از شرکت‌ها اجازه بگیره، همونطور که سرویس‌های امنیتی کشورهای مثل روسیه یا آلمان فکر نمی‌کنم اجازه از شرکت‌ها بگیرن برای مسائل امنیتیشون. پای تروریست وقتی هست خودشون هم چی میگن متخصصان ارشد دارن برای این کارا، حالا میگن هکرها این کارو میکنن یا فلان، ولی در صورت کاری ندارم. اما موضوع بحث من این بود که چرا اسرائیلیا حمله نکردن، در صورتی که خلاصه تصمیم دولت گرفته بود. یعنی آقای ناتانیاهو چند بار تصمیم گرفته بود که این کار رو بکنن، ارتش تبعیت نکرد. اونم علتش این بود که هر بار تصمیم گرفتن به اصطلاح این کار رو بکنن، پهپادهایی که باید داره دوربین های حساس و الی آخر باشن، از نخ حساس ترین منطقه اونا عکس گرفتن. اطلاعاتی دارم که در مورد پایگاه اتمیشون، سیستم های مختلفشون و اینها عکس گرفتن و فرستادن برای ارتش اسرائیل. یعنی که همه اینا در دسترس. خلاصه علی‌رغم همه فناوری‌هایی که داشته، به فاصله چند ده متری مراکز حساس اونها عکس گرفته شده.
هدف عکس گرفتنم این بوده، اما ممکنه دفعه بعد پهپادها به جای دوربین و عکس با خودشون موشک بندازن روی این تاسیسات حساس که تاسیس نیروگاه هسته‌ای دیمونا یکی از اونا بود که تا پایین ترین حد ممکن اومدن ازش عکس گرفتن، و یا مراکز نظامی حساسشون. و اسرائیلیا و شاید ارتش متوجه این امر شده که کسی که توانایی رو داره توانایی حمله بمب هم داره، و اینا تصمیمشون عوض شد و سرنافرمانی کردن، در صورت تصمیم دولت رو زیر پا گذاشتن. منظورم این است که توی فضای امروز این نیست که اسرائیلیا لطف کردن، اسرائیلیا موقعی حمله میکنن که بزنن و ضربه نخورن، آمریکایی‌ها همینطور، ولی اگر بدونن امکان تلافی جویی وجود داره اون موقع دیگه کاملا معتادانه عمل میکنن. این وضعیتی است که در توازن قوا وجود داره. اما یه بحث مختصر در مورد انتخابات ایران داشته باشیم که ببینیم اوضاع در ایران به چه سمتی میره و در اپوزیسیون اوضاع به کجا میره. خب اوضاع به نظر این گونه است که اصطلاح اپوزیسیون هم به شدت فعال شده، یک نوع رقابت نادرست هم توی اعضای اپوزیسیون به وجود آمده که خلاصه یکی مکین دعوت میکنه، یکی فلان دعوت میکنه. اینا برنامه هایی رو در شاید آمریکایی‌ها رو ایران داره، همونطور که رئیس سازمان سیاه آمریکا صحبت از تشدید تحریم ها و فشار ها بر ایران انجام میدن رو مطرح کردم. همونطور آقای پوتین صحبت از انقلابات رنگی در منطقه رو مطرح کرد که آمریکایی‌ها در صورت و اینها قصد یه سری برای انداختن یه سری انقلابات رنگی مثل اون چیزی که دهه 90 در اروپا و اروپای شرقی و انداختن آسیای میانه حرکتایی کردن، در گرجستان، در اوکراین، در یوگسلاوی و در بهار عربی هم ادامه همین انقلابات رنگی بود با مدیریت خودشون و هدایت به سمتی که خودشون میخواستن و نیروی اجتماعیش هم درست کرده بودن، و برای مثلا فرض کنید انقلاب رنگی در اوکراین 20 سال کار کرده بودن بنا به خبرهایی که تازگی منتشر شده. در صورت آقای پوتین هم گفته که برای بی‌ثبات کردن این مناطق و اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی همه کشورهایی که در صورت با روسیه هستند اقداماتی در دست کار است، در دستور کار است، نباید اجازه تحقق این اقدامات رو بدیم و هر گونه امکانات برای مقابله با این پدیده در روسیه باید مقابله بشه. و همینطور پدیده ایران رو من اگر ارزیابی بکنم فکر نمی کنم حمله نظامی به ایران بکنم، چون بسیار منطقه ایران هم به شدت حساسه، جنگ محدود نمیشه بین حمله کننده و ایران، به منطقه سرایت میکنه، کشورهای بزرگ دخالت میکنن و هزینه بسیار بالاست. هرچقدر تصور میکنم که برای تغییر رژیم در ایران آمریکایی‌ها بخوان حمله بکنن نمیبینم. عربستان و این ائتلاف عربی هم وارد این بازی نمیشه، چون هزینه سنگینی برای اونا هم داره و به دنبال سفر روحانی به کویت امروز به قول معروف وزیر خارجه بحرین که به کویت رفته بود صحبت از آغاز مذاکرات با ایران رو مطرح کرد، چون هزینه بسیار برای طرفین بالاست. یکی از دلایلی هم که اروپا و چین و هندوستان به شدت نگران هستند این است که آمریکایی‌ها این دو کشور رو تحریک کنن و به جنگ هم بندازن و تنگه هرمز بسته بشه و اینها به لحاظ انرژی به شدت آسیب پذیر میشن، چین، هند و اروپا به ویژه آلمان. به همین دلیل هم سفر مرکل به روسیه که بخشش مربوط به همین احتمالاتی که میدن و در صورت خسارات های هنگفتی به ایران و عربستان وارد خواهد شد،
فقط این نیست. به همین دلیل آمریکا بدون چنین ائتلافی، پاکستانی‌ها وارد جنگ نمیشن، چون در صورت نگران نزدیکی بسیار سنگین بین ایران و هندوستان خواهد بود. اون موقع عمق استراتژیک نداره پاکستان و به شدت آسیب میبینه از اتحاد بین ایران و هندوستان که وارد یک پیمان دفاع جمعی بشن با هم بر علیه پاکستان. اگر پاکستان به طرف عرب ها بره و وارد درگیری با ایران بشه، عملا مصر اعلام کرد ما وارد جنگ یمن نمیشیم و پاکستان هم اعلام کرد که ما از جنگ های فرقه گرایانه دوری میگذینیم، یعنی جنگ شیعه و سنی که بین ایران و عربستان میخواد را بندازه دوری میگذینیم. با توجه به محاسبات من فکر نمی کنم نیروی حمله کننده ببینم که به ایران بخواد حمله نظامی بکنه. علائم و نشانا از صحبت از انقلاب رنگین هست که باید صورت بگیره و سرمایه گذاری روی انتخابات اخیر ایران کردن. پدیده مثل آشوب یا پدیده غیر متعارفی مثل احمدی نژاد در این بازی روش حساب باز کردن. تصادفی نیست که سعی میکنن آشوت پرس و اینها دوباره اینا علم بکنن و برجستش بکنن. اینم که بیمار رسانه‌ای هست، یعنی پیامدهای کار خودش هم نمی‌سنجه و استعداد معینی هم داره ساختار شکنی کنه و سعی هم می‌کنه در صورت به عنوان ناجی مستضعفین هنوز بازی رو ادامه بده و به همین دلیل در صورت در همین شرایط هم می‌بینیم که ترورها در بلوچستان به شدت بالا رفته، در کردستان همینطور و یک حالت نظامی به خودش داره میگیره. با توجه به اینها این پدیده خلاصه آمریکا، حضور مکین در ایران به اصطلاح آلبانی در مجلس مجاهدین و کسانی هم که الان مجلس سنا درست کردن، خوی جوانانی هستن مجلس سنا درست کردن و یا کسان دیگه در صورت که صحبت از خیزش مردم میکنن، خیزش های و شورش ها میکنن در رابطه با همین سناریو انقلاب رنگی است که روی بخشی از ارتش حساب باز میکنن، روی بخشی از سپاه حساب باز کردن و با توجه به اینکه خبر مرگ آقای خامنه ای هم ممکنه هر لحظه شنیده بشه، اینکه شدیدن هم دارن چیز میکنن، یه جنگ روانی هم رو انداختن توی فضای مجازی که خامنه بیمار عنقریب داره میمیره، سرطان پروستاتش به مرحله چهارم رسیده که توی این جنگ روانی هم وظیفش این است که خلاصه طرفداران ولایت فقیه و خامنه ای رو دچار تزلزل روحی بکنه و به هم پیوسته است و روی تنش داخل حساب باز میکنن، تنش بین جناح بندی ها تو انتخابات که یه حادثه مثل سال 88 رو مدیریت کنن، به وجود بیارن، یا اگر به وجود آمد بی تفاوت به هیچ وجه این بار نیستن. و همونطورم که بیان شد، یکی از انتقادات شهیدی که با آقای اوباما وارد بود از نظر کاخ سفید نشانان امروزی که نسبت به رویدادهای سال 88 دخالت نکرد و یا سکوت اختیار کرد و حمایتی از جنبش نکرد، اما این بار در به اصطلاح این حالت نیستن. در همین رابطه است که خب ما منتظر هستیم که در مناظره های تلویزیونی خلاصه تابو شکنی های بیشتری صورت بگیره. طرح سپاه و اصولگرایان که کاندیدشون آقای ابراهیم رئیسی هست این است که شدیداً به دولت روحانی از زاویه اقتصادی حمله خواهند کرد و اون رو زیر علامت سوال خواهند برد که بیکاری رو تشدید کرده، تورم رو تشدید کرده و اوضاع اقتصادی به طرف مشکل اساسی داره میره و دچار انفجار اجتماعی ممکنه بشه. توی انتخابات ایران مدت هاست این بدیل سازی، این به قول معروف دو قطبی کردن
هست، یه نوع دو قطبی کردن مدیریت شده است که خود نظام میکنه، یعنی یه قطبی ور یه قطبی ور. این باعث هیجان در انتخابات میشه، تعداد شرکت کنندگان رو میبره بالا. یه جا هست این دو قطبی شدن از کنترل خارج میشه، نمیتونم مدیریتش کنم، مثل سال 88 اونجا به تقابل کشیده میشه. به همین دلیل آقای خامنه ای علاقمند این دو قطبی شدن های مدیریت شده، مهندسی شده، کنترل شده رو که اکوسیستم به قول معروف رژیم رو به هم نزنه. تا اینجا موافقم. حالا مضمون دو قطبی هم اینجوری است، یه قطب پرچم آزادی رو برمیداره، یه قطب پرچم عدالت رو برمیداره. خلاصه جنگ حیدر نعمتی مصنوعی را میندازن. نه، اینهایی که پرچم آزادی رو برمیدارن که معمولا اصلاح طلبان هستن و اعتدالگرایان هستن، هیچ تعریفی از آزادی حدود سقورش تا حالا ندادن. که چی میگن؟ آزادی رو چی میگن؟ حتی توانایی متحقق کردن پای ابتدایی ترین خواستهای مردم رو هم نداشتن و پافشاری نکردن. به عنوان مثال ساده ترینشون همین مسئله کنسرت ها بود که مثلا حالا اینا نتونستن حتی بتونه آقای شهرام ناظری یا استاد بزرگوار شجریان به سلام بتونه در شهرستان ها برن کنسرت اجرا کنن. یعنی تا اینجا نتونه آزادیشون در این حد هم متحقق نشده. فقط در آستانه انتخابات که میشه هر دو نماینده راستگرایان و چپگرایان و اعتدالیون و اصلاح طلبان و اونها من تعجب میکنم میرن کو مثل آقای روحانی کنار خانم هایی که متهم هستن به چی میگن پوشش غیر اسلامی، عکس میگیرن، عکسشون هم توی فیسبوک ها میذارن، توی دنیای توییتری و مجازی میذارن. آقای احمدی نژاد هم میره با اینا که موهای رنگی کرده هم دارن، حتما بلند هم باید باشن تا خیلی جالب باشه، بشور سری های عقب رفته عکس میگیرن. اینا مظهر آزادی خواهیشون یا فهمشون از آزادی در این حده و مسائلی از این دست. خب اینا چی کار میکنن؟ این دو قطبی بازی رو در میارن. اون یکی هم پرچم عدالت اجتماعی رو برمیداره. حالا مطلبش چی است؟ اقتصاد مقاومتی. حالا میگی بیا این اقتصاد مقاومتی رو تعریف کن ببینیم که چگونه هست. او اگر کره شمالی اقتصاد مقاومتی داره، اون دیگه رهبرش بنز ضد گلوله سوار نمیشه، رهبرانشون پولها رو بر نمیدارن، سردارانشون و ارتشیانشون پولها رو بردارن برن کانادا و استرالیا و آمریکا، نمیفهم وسایل مصرفیشون تمام کوریاییه، هیچ کدام ماشین های لوکس ضد گلوله و اینها سوار نمیشه. شما که بقول من رو یک سردار دوزاری تن تمام وسایل خونه شو وسایل ابزار مصرفیش تمام غربی هست، آخه شما صورت از اقتصاد مقاومتی نکنید بهتره. خود شما چند تا ماشین دارین آقای رهبر؟ مثل آقای هویدا حاضر هستید یک پراید سوار بشین که ایشون پیکان سوار میشه؟ آیا رهبران شما حاضر هستن به قول معروف سطح زندگیشون، نوع زندگیشون رو با بقیه مردم هماهنگ کنن؟ نه. اما چگونه است که اینا پرچم عدالت رو برمیدارن؟ اینها یک نوع چی میگن آشنرزی دادن رو مسئله عدالت میدونن. آشنرزی بدن به مردم، قیمه بدن مثلا روزای معین، ایتام کنن و یا مردم رو بسپرن به دست این بنیادهایی که مثل بنیاد مستضعفین، بنیاد شهدا، به قول من صدقه سری بینا یه چیزی بدن. اینو میشه عدالت اجتماعیش. ببینیم که پس از استقرار اسلام در ایران امام رضا شد حاکم خراسان. در همه شهرم گویا با خوردن انگورشون مسموم شدن و در گذشتن، فوت کردن و نمیدونن که خب هیچ کس نمیدونه زمانی که او حاکم خراسان بوده املاکش چقدر بوده و چه وضعیتی. حالا امروز یه امپراتوری تمام عیاره. خب از املاک امام رضا در خراسان میشه بسیار صحبت های زیاد کرد. آستار قدس رضوی سلو درآمد داره، نزورات
نشر میکنند که میریزن هر سال گرد و غبار روبی میکنند و پولهای میلیونی و میلیاردی و مخفیات سودای حاصل از فعالیت‌های صنعتی تجاری خدماتی آستان قدس موقوفات گسترده‌ای داره، پولشویی میکنه، پولشویی گسترده مواد مخدر در سیستم بانکی اونجا صورت میگیره. نزدیک به نیمی از زمین‌های کرمشهرهای مشهد، قسمت اعظم زمین‌های چناران و سرخس و فریمان و دیگر شهرستان‌های استان خراسان رو داره، ستا خراسان، خراسان رضوی و شمالی و جنوبی و اینا، املاک مزروعی، اراضی شهری، جنگل و مرتع، مغازه، سوپرمارکت‌ها، منزل، اتومبیل، سی شرکت‌های مختلف، به اصطلاح سهام در شرکت نفت، به اصطلاح بخشی از شرکت نفت رو خریده، پالایشگاه تهران بخشش خریده، مال سهام اینجا هستن، سهام کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها، پناه، چاهای آب در شهرستان‌های متعددی مثل اصفهان، تبریز، کرمان، سیرجان، رفسنجان، گرگان، ساری، چالوس، برامین، تهران، کرج، گرمسار، قزوین، خم، مشهد، رشت، لاهیجان، لنگرود، همه جا، شوشتر، اهواز، همه اینجا شعبه‌های گسترده داره. اینها همه ستاد انتخاباتی شده. یعنی در هر جا قدرت مالی بالا داره. خب جامعه را به چنان ذلتی کشوندن اینا که آقای احمدی نژاد برای رای گرفتن گونه سیب زمینی میده، کیسه سیب زمینی میده به مردم و رای میخره. حالا این امپراتوری خب بیمارستان های متعدد داره، پدیده شاندیزه داره، در این مثلا میبینید درآمد امپراتوری حساب کتاب نداره اصلا. دولت هم که جرأت نمیکنه اصلاش مالیات بگیره و در صورت خروسه یک امپراتوری تمام عیار با درآمد بالا و تمام شعباتی که در تمام کشور به اصطلاح موقوف جات داره، شرکت داره، فلان داره، همینا ستادی است که به وجود آمده برای این منظور. خب با توجه به این توضیحات ما شاهد این هستیم که چی به اصطلاح چی میگن سپاه از مدت تا قبل، حالا در صورت بنا به خواست بیت رهبری است یا نیست بماند، ولی آشکارا چیکار میکنه؟ داره از آقای رئیسی حمایت میکنه و ایشون رو آنگراندیسما میکنن و این دو قطبی پرچم عدالت اجتماعی رو میخوان بدن به دست آقای کی اسمش هست؟ این آقای رئیسی، این نماد این خواهد شد. به همین دلیل این پدیده احمدی نژاد هم من برای من جالب است که این به عنوان مترسک آمده، به عنوان جوکر بازی اومده، جوکر پاسور اومده یا ادعا داره. اگر دقت کنید تا قبل از اینکه احمدی نژاد بیاد بازی انتخابات سوت و کور بوده و چیز نداشته، ولی بعد از اینکه احمدی نژاد اسنویسی کرد یک مرتبه فضا انتخاباتی به شدت پرتحرک شد. خلاصه لات و پوتا ریختن، یک صحنه من دیدم گل بارونش کردن ایشون رو، لاتی عشق لاتی براش شعر گفتن و خبرگزاری داخلی و خارجی حضورش رو به اصطلاح چیکار میکردن چیز کردن. آدم یاد این داستان یه فیلمی هست مال آمریکایی اسمش چی هست، وودی آلن بازی میکنه، فیلم به نام پول رو بردار و فرار کن سام. در صحنه از این فیلم این جوری است که سه نفر با اسلحه وارد بانک میشن، بانک رو بزنن و از شانس بعد همون لحظه باند دیگه میان که با اسلحه وارد بانک بشن سرقت کنن. خلاصه رو در روی مسلحانه در بانک صورت میگیره. بالاخره میگن با هم صحبت کنیم، بحث میکنن، رهبر هر معتقدن که رهبر هر دسته معتقد بانک اون حق اونه. خب میگن چرا کارو بکنیم،
از این کارمندا، کارکنان و مشتریان بانک جمع شو نظرخواهی بکنیم که توسط کدام گروه چاپیده بشیم. خیلی هم دموکراتیک بوده. حالا مردم هم این گونه هستن، این دوتا باند وارد بود میشن تا بگن خوب اصلاح طلب و اصولگرا به مردم مراجعه میکنن، از طرف کدام به اصطلاح که کدام باند بیاد قدرت رو به دست بگیره و مسئله از این دست بگذاریم، نتیجه انتخابات معمولا این گونه رقم زده میشه. اما یک سری نیروها سعی میکنن این پدیده رو شکل دیگه بهش بدن. یعنی چه شکلی؟ میخوان این ذهنیت رو الغا کنن که در صورت پدیده تحریم، تحریم انتخابات، همیشه مرتجعین برنده میشن. و نمونه اخیر ترکیه هم معتقدن که اگر تحریم نمیشد خلاصه اردوغان رأی نمی برد ترش تغییر قانون اساسی. اتکا میکنن به این که تاکتیک گروه های مذهبی بر عدم مشارکت بود در عراق 2005، یعنی سنی ها بایکوت کردن. در غیاب نامزدهای اهل سنت، شیعیان تونستن با کسب اکثریت مطلق در مجلس قانون اساسی رو تدوین کنن و تصویب کنن. یعنی این جنبه تحریم نتایج بسیار بدی برای خود تحریم کنندگان داشته. مصر 2011، مخالفان اخوان المسلمین که حالا در صورت اخوانی ها بودن در قدرت، تصمیم به بایکوت انتخابات گرفتن. جلسات شورای دوم قانون اساسی مصر رو تحریم کردن. اسلامگرای بدون توجه به عدم حضور مخالفان به احتمال خوشحال از عدم حضورشون قانون اساسی رو تصویب کردن. افغانستان 2009 نمونه دیگری از شکست تحریم. عبدالله با تصمیم به تحریم به حاشیه رانده شد و تا انتخابات بعدی از صحنه سیاسی حذف شد. آذربایجان 2003، اونجا الهام علیوف در اعتراض به رفتار دولت و بیقانونی های موجود به پای صندوق های رای مخالفینش نرفتن. در نتیجه علیوف بازی رو برد. ونزوئلا هم همین جوری شد و ترکیه هم آخر. و اینها در خارج به صورت نوشتاری حمله شدیدی رو به کسانی که احتمالاً سیاست تحریمی رو در پیش گرفتن شروع کردن، که در رأسشون هم آقای فرخ نگهدار و طرفدارای ایشون است که زود هنگام شروع کردن. به بعضیشون حتی امروز یکی از این دوستان اکثریتی است دیدم مقاله نوشته بود اگه فوش خارمادر میداد به مخالفان یا کسانی که بخوان تحریم بکنن. البته اینا تمام موارد من نگاه میکنم میبینم که متفاوته. یعنی در مثلا فرض کن ترکیه فعلی واقعا یه نیروی سکولار قدرتمند مخالف دولت هم است. در مصر سکولارها در مقابل اخوانی ها است و اونجا مسئله تدوین قانون اساسی، اینجا مسئله تدوین، تو عراق مسئله تدوین قانون اساسی است. ما در ایران با یه وضعیت متفاوتی روبرو هستیم. یعنی بیشتر اون داستان پول بردار و ورسام هست. یعنی دو جناح هستن به صورت به اصطلاح دعوای قدرت دارن، دعوای ثروت دارن. نه اون جناحی که پرچم آزادی رو بلند کرده تعریفی از آزادی ارائه میده و نه تا کنون در راستای تحقق ابتدایی ترین اصول اعلام شده یا خواسته و به اصطلاح مفاد اعلام شده توسط خودشون گام اولی برمیدارن. همین الان اگر بدونم مثلا من مطمئن بشم که 100% اینها در زمینه خلاصه آزادی میخوان گام بردارن، آزادی های مدنی، آزادی اعصاب، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی روزنامه ها، گام ها رو بردارن، گام های جدی محکم و استوار، نه اینکه یه شب متحقق کنن. هم میدونم سخته مطمئن بشم
این راستای تو انتخابات شرکت میکنم، میگم به این جنرال رای میدم. اگر در ترکیه بودم قطعا مثلا تو این بازی سکولارها بودم، در مصر هم بودم همینطور فعال مبارزه میکردم. اوه وقتی که من میبینم اینا هیچ پایبندی به چیز ندارن، به آزادی ندارن، هیچ گام عملی هم بر نمیدارن و تازه لیدرهای اونها یه دشمنی کینه توزانه با طبقه کارگر و با چپها دارن، و به چه دلیل و اون طرح. اما تبلیغات سعی میکنن مثلا واژه آیت الله قاتل رو به این بچسبونن که میچسبن بهش. حالا انگاری مثلا بقیه اینا که تو قدرت هستن، خلاصه ژان ژاک روسو و کارل مارکس و نمیفهم خلاصه اینا هستن یا چیزایی از این دست، در صورت که هم الان تو کابینه آقای روحانی این آقا خودش یکی از چند نفر کشدار هست، اینجا سکوت میکنن. بعد این رو هم نمیگن که خونا مجری بودن، تصمیم گیرنده خود خمینی بوده، بدون فتوای خمینی غیر ممکن بوده نه رئیسی نه پور محمدی نه اشراقی غلطی بکنن، سیلی به گوش زندانی بزنن. ولی همینا که الان این برنامه، یعنی باید سیاه، یکی رو سیاه، ترسناک، خوفناک جلوه بدن تا مردم از ترس اون بیان به این رای بدن. همین بازی رو قبلا کردن، ناطق نوری رو چنان سیاه کردن که اگر بیا طالبان میاد افغانستان میشه ایران، مردم هم جوان هم از ترسی که افغانستان نشه کن. تو افغانستان طالبان دستور داده بود که اولاغ ها باید بقول من رو بیزه بند داشته باشن که احیانا چیزیشون محالت تناسلیشون نیاد بیرون، یا خروس ها رو متوقف کرده بودن که توی کوچه و خیابان احیانا عمل چیز انجام نده. یکی از کاریکاتوریستای آلمانی هم یه به کاریکاتوری کشیده در اردوغان با یه بزخاله توی رخت خواب گفته بود که از بعد از پیروزی شریعت در ترکیه احتمالا سیغه بزغاله هم میره بالا توی این وضعیت. یعنی یه سری فانتر سورئالیست بازی در میارن اینا عجیب و غریب. خب نشون میده که آقا ناطق نوری هم اونچنان که میگفتید چیز نبود، به اصطلاح ملا عمر نبود، یا این بابای هم که الان آوردی همه اینا مثلا سوگولی های شما چی بودن؟ مگر بنیانگذاران ساواما کیا بودن؟ شکنجگرها کیا بودن؟ هم الان وزیر کابینه هستن و فلان هستن. در صورت این سیانمایی، یعنی چی میگن، هیولا سازی یا هیولا، این توی شیوه انتخاباتیشون اینجوریه. اگر نتونن اصلاح طلبا هیولا از ور بسازن رای نمیارن. باید یه هیولا، چون خودشون هیچ برنامه ندارن، نه برنامه اقتصادی دارن، نه برنامه سیاسی دارن، نه برنامه برای آزادی دارن. فقط موقع انتخابات که میشه ایران برای همه ایرانیان، وقتی که گام عملی است باهایی را میکوبن. همینا، هیچ اقدام عملی هم، مگه اینا باهایی ایرانی نیستن؟ مگه سنی ها؟ مگه دراویش؟ مگه چپ ها؟ مگه همه اینا باهایی مثل ایرانی نیستن؟ اینا از گردونه ایرانیت هم خارج میشه. خب به همین دلیل من فکر میکنم یه مقداری باید استدلال ها قوی تر بشه. طرفداران کسانی که میخوان به قول معروف مردم رو تشویق میکنن به انتخابات و فلان، اما خب خطر مرگ خامنه ای و خلأ قدرت و ایجاد هرج و مرج هم بسیار بالا هست، با توجه به اینکه خارج هم فشار بسیار منتظرن، علائم فروپاشی، علائم شورش، علائم آشوب، علائم بی‌ثباتی رو ببینن تا برنامه خودشون رو متحقق کنن و الاخر. و همین دلیلم مسئله جا به جایی قدرت در ایران در صورت مرگ احتمالی خامنه ای اگر تو هم با آرامش نباشه، جنگ قدرت تو اینا شروع بشه و اونجا هم دیگه همه چی فرو می پاشه. فروپاشی نظام سیاسی چیز خوبیه، اما نگرانی این است که به فروپاشی ایران بیانجامه. اینم
مطلبی است که باید روش مکس بکنیم. سپاسگزارم. آقا بسیار ممنون و متشکرم، خستت کردیم، ولی به حال لازم بود که بشنویم نظرات شما را. نهایت سپاس دارم از حضور در برنامه. برای خودت، عزیزانت و خانواده معززت آرزوی بهترین دارم. به حال آقا متشکرم، تا هفته آینده و سه شنبه دیگر که با شما همراه باشیم. ممنون و متشکرم. زنده باشید. بعدها شنیدیم صحبت های آقای رئیسی رو، امیدوارم این صحبت ها کمک کنه به ما روشن بشویم و بتوانیم سره رو از ناسره تشخیص بدیم، دنبال هوچیگری ها نریم. این هوچیگری اوج بی اخلاقیه. همه هدف اینه که نشون بدی که گرفتاری جامعه ما در کجاست. از همراهی شما نازنینان نهایت سپاس دارم. اگر این برنامه ها مورد توجه شما واقع شده، سوالات کن، لینک برنامه را از طریق فیسبوک، تویتر، هر جوری میدونی، ایمیل لیست بلند بالا داری، اکانتی در بالاترین داری، به حال ما اینا رو در این شبکه ها هم تو که رو صفحه میبینی قرار میدیم. روی کانال تلگرام هست، روی یوتیوب هست، فیسبوک و تویتر به اضافه گوگل پلاس. راحت این کار برای شما است که به فیسبوک ما بیاید، یه لایکی بزنید، عضو صفحه ما بشید. لینک ها که در اونجا قرار بگیره برای شما هم ارسال میشه. شما میتونید اینو برای دوستان تو صفحه خودت شیر کنی که دوستان و هموندان شما هم قادر باشن که این برنامه رو ببینه. بعدها مثل همیشه دعوت میکنم برای رسیدن به خبرها، دیدن ویدیوها و لینک های مرتبط به مردمریپورت.net بروید. برای این کار میتونی مستقیم اونجا بنویسی مردمریپورت.net، دیگه کام و اینا نداره. یا اینکه روی آخرین اخبار رو صفحه ما کلیک کنید، یا اون بالا بغل علامت فیسبوک و یوتیوب لوگوی خود مردم ریپورت است. اتفاق بدی افتاد امروز. یه آدمی، نمیدونم حالا واقعا قصد اون ممکنه این نبود، یه مطلبی رو که الان آقای رئیسی برای ما گفت، اونم برداشته بود از روی پیک نت، برداشته بود عین اونو کپی کرده بود برای من فرستاده بود و من فکر کردم از تراوشات مغز خودش و اون رو صفحه مقالات قرار دادم. بعد متوجه شدم که نه، وقتی با آقای رئیسی صحبت کرد، با اون مطلب مقابله کردم، دادم نه، این یه جای سورسی باید باشه. به هر حال وقتی چک کردم متوجه شدم و خب کار بدیه. اگه مطلبی از جایی برای من میفرستید ذکر مأخذ کنید. خب من فهم میکنم این تراوشات پرشکوه مغز شماست، بنابراین فکر میکنم خوبه که اینو منتشر کنم، زحمتی کشیدی، ولی بی ذکر مأخذ همینجوری خب کار خوبی نیست، این اشتباهات پدید میاد. بنابراین خواهش میکنم بخش مقالات ما رو جدی بگیرید، دنبال کنید، اگر مطلبی هست برای ما بفرستید. بهها ما به 18 رسیدیم به اپریل. خواهش میکنم اگر میتوانید ما رو مدد رسان باش. مهمترین مسئله ما، دغدغه ما، وضعیت مالی ماست. اگر میتوانی در این زمینه یار رسان ما باشید. از همه همراهید ممنونم. تا فرصتی دیگر سپاسگزارم.